بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان کانال ادعیه و علوم غریبه ملکوتی. دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جایی این کره خاکی که هستین لبتون خندون و جیبتون پرپور. عزیزان، بنده ملکوتی هستم و امروز میخوام که در مورد دعای دفع چشم زخم توضیحاتی رو بگم خدمتتون که با انجام دادن این دعا از هر گونه چشم نظر و یا چشم زخم در امان باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه آموزش، خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. اگر هم کانالمون رو ندارید سابسکرایب کنید و زنگوله اعلان هم فعال کنید که هر روز از ویدیوهای ما مطلع شوید. بدون اتلاف وقت بریم سراغ ادامه آموزش. دوستان عزیز، دعایی که مشاهده میکنید یک دعای فوق‌العاده قوی برای دفع چشم زخم است. برای انجام دادن این دعا باید ابتدا وضو داشته باشید، بدنتون پاک باشه و در مکانی ساکت و آرام با جوهر روحانی یا قلم مشکی این دعا رو بنویسید. ترتیب نوشتنش هم از بالا به پایین هست. هنگام نوشتن هم بخورات جاوی سفید و کندر بسوزانید. ساعت نوشتن این دعا هم ساعت سعد و یا مشتری هست. توجه کنید وقتی که این دعا رو می نویسید ایام قمر در عقرب هم نباشه. بعد از اینکه این دعا رو نوشتید باید اونو با پارچه سبز یا سفید آب ندیده همراهتون نگهداری کنید. توجه کنید زمانی که توالت هم میرین این دعا همراهتون نباشه، چون که باطل میشه و این دعا هم یک دعای رحمانی هست و هیچ گونه سنگینی برای فرد ایجاد نخواهد کرد. نکته هم که اینه، تموم دعاهایی که داخل کانال به اشتراک میذاریم رحمانی و قرآنی هستن و تمامی دعاها در جهت کار خیر هستن و هیچ گونه کار شر و یا شیطانی آموزش نمیدیم. دوستان عزیز، این توضیحات برای کسانی بود که تازه ویدیوهای ما رو میبینن و به جمع ما ملحق شدن. دوستان عزیز، در مورد نوشتن این دعا هر گونه سوالی داشتیم توی کامنت ها بپرسیم. بنده تا جایی که امکان داشت توضیحات رو براتون کامل گفتم و نکته هم نبود که نگم خدمتتون. ساعتش رو که گفتم، ساعت سعدی و مشتری، بخورات جاوی سفید و کندر هم بسوزانید هنگام نوشتن. جوهرش هم جوهر روحانی باشه. دوستانی هم که نمیدونن جوهر روحانی چیه، ویدیو تهیه جوهر روحانی رو داخل کانالمون آپلود کردم، میتونید برید ببینید. و اکثر سوالی که شما میپرسید تو کامنت ها، مثلا میگید ساعت سعد کیه؟ دوستان عزیز، ساعت سعد و نحس هر روزی متفاوته. شما هم میتونید از طریق اینترنت سرچ کنید ساعت اون روزو به دست بیارید، هم تقویم های آنلاین. داخل بعضی از کتاب های دعانویسی هم ساعت رو نوشته. ما هم سعی میکنیم تا جایی که امکان داشته باشه ساعت سعد و نحس رو داخل کانال تلگرام براتون اعلام کنیم. اگر هم حالا سوال بعدی که اکثرا تو کامنت ها میپرسن در مورد بخورات هست. دوستان عزیز، بخورات رو از عطاری ها میشه تهیه کرد، عطاری هایی که تکمیل هستن، و در صورتی هم که بخورات به دست نیاوردید، اگر هم بتونید یک عود خوشبو روشن کنید هیچ ایرادی نداره. و سوالی که خیلیاتون مجدد میپرسید اینه که برای نوشتن دعا نیاز به اذن و اجازه داریم یا نه؟ نوشتن این دعا نیاز به اذن و اجازه خاصی نداره، فقط بعد از اینکه نوشتین کفارش رو پرداخت کنید. مثلا مبلغی به دست فقیری بدهید. دوستان عزیز، هم آموزش دعا رو گفتم خدمتتون، هم سوالی که اکثریت شما توی ذهنتون هست رو هم پاسخ دادم و نکته‌ای نموند که دیگه در مورد این دعا نگم. عکس واضح این دعا هم داخل کانال تلگرام براتون به اشتراک میذارم که راحت تر بتونید انجامش بدید. و دوستانی هم که شرایط انجام دادن ادعیه رو نداشتن
میتونن با شماره واتساپ ما هماهنگ کنن که براشون انجام بدیم. خیلی ممنونم از شما که وقت گذاشتین و تا اینجای ویدیو همراه بنده بودید. هر گونه سوالی داشتین توی کامنت ها بپرسین. خداوند یار و نگهدارتون.